قسمت میخوام در مورد مبحث تست کردن باتون حرف بزنم خبر خوب اینجاست که شما حالا بدونید یا ندونید شما در حال تست کردن هستید تست کردن یعنی امتحان کردن اپلیکیشنتون وقتی یه فرمی رو مینویسید میدید داخلش یه اطلاعات غلط وارد میکنید میخواید ببینید که ثابت میشه یا نه این تست کردنه وقتی دیدید که ما اومدیم یوزر نیم پسورد نوشتیم ببینیم پسورد توی دیتابیس ثابت میشه انکریپت میشه یا نه این تست کردنه اما زمانی که ما تمام برای تمام اینا صرف کنید می میدونید چقدر زیاده و خب میدونید چه چیزی با زمان و سرعت خی... بهتر از انسان کار میکنه کامپیوترها کامپیوترها خیلی با زمان خیلی سریعتر از انسان عملیات رو انجام میدن عملیات ریاضی رو انجام میدن خیلی با کارهای تکراری خوب هستن مثل کوپی پیست کردن یا یه مثلا پرسیجری رفتن جلوی دکتر امتحان کردن و اینا و انسان ها خب ما دونه دونه اگه بخوایم تمام این فرما رو بیایم سابمیت بکنیم چند بار ما رفتیم داخل وب سرور ریفرش کردیم و اومدیم ببینیم آیا ای کار میکنه یا نه فرض بکنید شما یک اپلیکیشنی دارید می‌نویسید برای یک کمپانی که 500 تا کمپانیه و خب ده هزار تا 20000 هزار تا فرم داره میدونید چقدر باید زمان مصرف کنید که بفهمید که این فرما همشون دونه دونه کار میکنه یا نه آیا این فیلد ها کار میکنه یا نه من خودم اپلیکیشن مثلا برای همین وبسایت پارس کلیک درست میکردم چم من حالا زیاد فرم ندارم به اون صورت ولی مثلا تقریبا 50 60 تا فرم میدونید چقدر زمان برای من مصرف کرد که بتونم اینا رو تست بکنم و خب زمانی که من برای اینا مصرف کردم برای تست کردم، نوشتن اینا مصرف کردم برای تست کردن صرف نکردم چون اومدم تست نوشتم اما مزیت های نوشتن کدای تست چیه مزیتاش خیلی بیشتر از سختی هاشه چون مزیتاش اینه که کمتر وقت برای تست کردن هدر میدید نمیاد که تمام زمانتون رو بذارید تست بکنید میاد تمام زمانتون رو که اپلیکیشن دیولوب بکنید اصلا مبحث روبیان رز هم همین بوده وقتی شما اومدید اپلیکیشن با روبیان رز درست کردید دیگه نگران این نیستید که آیا به دیتابیس وصل میشید یا نه آیا سشن خونده میشه یا نه آیا سشن انکریپت میشه یا کوکی رمزگذاری میشه یا نه اینا رو همه رو برای شما روبیان رز انجام داده که شما فقط بیاید تمرکز کنید به اون اپلیکیشنتون و خب وقت کمتری صرف میکنید برای امتحان کردن خب این باعث میشه که شما تست های دقیق هم داشته باشید یه موقع هستش که یه تستی رو دارید که از کاربر درخواست کردید که اسپیشال کرکتر وارد بکنه ولی اسپیس وارد نکنه خب اسپیس خودش اسپیشال characterه درسته یا نه و خب وقتی که اسپیس وارد میشه شما منظورتون اسپیس این فاصله نبوده و خب شما یه تستی رو باید بنویسید که تمام اینا رو پس بکنه ولی موقعی که اسپیس زده میشه اسپیشال کاراکتر زده نمیشه و خب این باز هم با نوشتن با استفاده از کمکی های عبارات با یا ریجکس خیلی بهتر کار میکنه اینو شما الان نمیدونید موقعی که تست میکنید میفهمید و حتی این باعث میشه که شما اشکال زدایی زد... یا دیباگینگ خیلی سریعتر داشته باشید نمیاد وقت صرف کنید که دیباک بکنید چون دارید تست میکنید قبلش و در آخر هم باعث میشه که کد های بهتری بنویسید کدی رو مینویسید که در آینده میخواید استفاده کنید اگر الان من فرمی رو بنویسم که مثلا همین مثال من نسپیس رو در نظر نگیره فردا که اومدم یه اپلیکیشن برای یه دوست دیگه ای درست بکنم از همین کد که توی لایبرری توی کتاب خونه من هست استفاده خواهم کرد و این باعث میشه که اگر اپلیکیشنی که قبلا من نوشتم برای این دوست قبلیم باگ داشته باشه میگم ای بابا من این کدش رو کپی کردم برای یه دوست دیگه هم و باید برم اپلیکیشن اونم ببینم که ببینم که آیا اون این مزیت رو داره یا نه باید برم برای اونم درست بکنم و خب این خیلی ما رو وقتمون رو میگیره و در آخر هم اعتماد به نفس میده به شما که شبها زود خوب میتونید بخوابید و حتی اینکه مثلا میتونید بیاد تست بکنید برید یه کاپ کافی بگیرید بخورید اصلا اعتماد به نفس خیلی میبره بالا من خودم امتحان کردم و باعث میشه که اصلا نگران نباشید که اصلا اپلیکیشن شما آیا فیل یا فیل میشه یا فیل نمیشه چون اگر فیل بشه میفهمید که کجا دقیقا فیل شده یا شکست خورده میز اونجا رو درست میکنید از بین ده هزار تا صد هزار تا اصلا هزار تا فرم که اونجا دارید امتحانشون میکنید خیلی اعتماد به نفس میبره بالا اما سختیاش چیه سختیاش رو به شما میگم سختیاش ایناست که شما باید در نظر بگیرید سعی کردم راست راستگو باشم و سعی کردم که این چیز سختیایی که خودم داشتم هم اینجا به شما بگم زمان واسه یادگیری نوشتن کد های تست میکنید مثلا من فریم ورک ها رو بحثش فریم ورک های تست کردن داره روبیان ریز. وقت صرف کردم که یک رو یاد بگیرم به نام و خب این خیلی وقت منو گرفت واسه که بتونم یاد بگیرم دوباره زمان برای من گرفت که بتونم کدای تست رو بنویسم دیدید که هر چیزی که شما می نویسید و مثلا ریک رو می زنید یا ریلز جنریت رو میزنید وقتی ریلز جنریت رو می زنید کنترلر یا مدل درست میکنید خودش برای شما پوشه تست هم درست میکنه و خب خیلی زمان میبره که این تست کدای تست رو بنویسید و در آخر هم زمان برای یادگیری نوشتن بهترین و کاملترین کدای تست میبره یعنی فقط این فرق سومی با بالایی اینه که ما بالایی فقط تست می نویسیم پایین دارم میگم که بهترین و کاملترین کدای تست این موقع شما یه تست علکی می نویسید خودمونی بگم بتونید یه موقعی هستش که یه تست می نویسید که خیلی کامله و خب اون یاد گرفتنش این مقدار زمان میبره همین زمان زمانه که شما باید صرف کنید ولی خب این زمانی که شما صرف کنید در, در آینده خیلی همون زمانی که شما صرف میکنید و به شما بر میگردونی. یعنی الان شما نمیبینید که در آینده میفهمید که این زمانی که مصرف کردید زمانی نبود که هدر دادید تمام این کارهایی که کردید و اون زمانی که اینجا شما برای یک تست فریمورک تست به کار میبرید تمام اون زمانی که شما میاد دونه دونه ثابت میکنید فرم رو امتحان میکنید و کم میکنه خیلی کم میکنه اما انواع تست ما اینجا یه سری از انواع تست رو اینجا برای شما می نویسیم که میخوام همه اینا رو در نظر بگیرید اولین باره که من در تو با تست صحبت میکنم یونیت تستینگ که شما هر مدلی رو که می نویسید حالا MVC ما داشتیم ازش استفاده می داخل روبی ریز برای مدل هامون باید یونیت تست استفاده بکنیم خبر خوب اینه که روبی آن ریز خودش یونیت تستینگ رو اینکلود کرده تست یونیت فریم تست یونیت یا چارچوبر تست یونیت رو اینکلود کرده اگه شما که شما میتونید ازش استفاده بکنید فانکشنال تستینگ موقعی هستش که میخواید عمل رو امتحان بکنید دیگه درسته موقعی که کنترلرتون هست تمام کنترلر اون عملیاتی که شما میخواید روی فرم انجام بدید داخل کنترلره و اونا رو بهش میگن فانکشنال تستینگ اینتگریشن تستینگ برای یوزر استوریا یا سیکونس های درخواست یوزر استوری یعنی که تسکاتون یعنی یه موقع که تسکا یعنی وظیفه یعنی یه موقع که کاربر میگه من میخوام با فشار دادن این دگمه این اتفاق بیفته اینو بهش میگن یوزر استوری و خب اینتگریشن تستینگ موقعی هستش که میاد تمام اینا رو در نظر میگیره سیکونس درخواست های دونه دونه درخواست ها رو در نظر میگیره و خیلی کامله این ستا اگر ستای پایینی رو در نظر نگیرید برای اپلیکیشن های کوچیک برای اپلیکیشن های برای اپلیکیشن های آره دیگه کوچیک بالایی ها ستا بالایی برای اپلیکیشن های کوچیک و بزرگ برای همه اپلیکیشن ها بهتر ازشون استفاده بکنید پرفورمنس تستینگ میاد به شما نشون میده که یعنی تست بازدهی میاد به شما نشون میده که چقدر اپلیکیشن شما سریع میتونه درخواست رو باش هندل بکنه مدارا بکنه لود تستینگ همونه چقدر چند تا درخواست میتونه با همدیگه همزمان سابمیت بشه یا فرستاده بشه به سرور و برگردونده بشه سکیوریتی تستینگ تستینگ امنیت یا تست کردن امنیت حالا یه موقع که شما اپلیکیشن ساختید مثل همین سیمپل سی ام سیمپل سی ام ما یونیت تستینگ رو حتما باید انجام بدیم فانکشنال تستینگ خوبه اینتگریشن تستینگ خوبه اما نمیایم که یه زمان صرف کنیم برای پرفورمنس تستینگ چون اپلیکیشن خیلی کوچیکه هر چقدر زمان طول بکشه دیگه بیشتر از یه ثانیه که طول نمیکشه یا لود تستینگ یا سکیوریتی تستینگ سکیوریتی دیدی که ما فقط برای اپلیکیشن ها مثلا چیکار کردیم پسورد رو هش کردیم خیلی کارهای دیگه انجام دادیم خود سکیوریتی تستینگ رو بیشترش رو ریلز برای شما هندل میکنه اما یه موقع که اپلیکیشن درست میکنید برای دارم میگم 500 تا کمپانی و بعد همه اینا رو در نظر بگیرید این شمایید که تصمیم میگیرید که کدومی که از این تست ها رو احتیاج دارید و ازش بعد استفاده بکنید من نیستم بستگی به اون اپلیکیشنتون داره حالا چارچوب ها ابزارهای تست رو هم به شما نشون میدم که ریلز خودش ازش از اینا استفاده میکنه تست یونیت رو خودش داخل روبیان ریلز وجود داره و وارد آرسپک که من آرسپک رو یاد گرفتم موکا سلنیوم شدا واتیر و, و اگه درست تلفظ کرده باشم آرکاو و کیوکمبر آتو تست تمام اینا فریمورک های هستش که میتونید ازش از استفاده بکنید وقتی خواستید تست بکنید اینجا محل خوبی هستش که اگه خواستید شروع بکنید یکی از اینا انتخاب بکنید و در, م... در آخر در مورد تی و بی دی دی میخوام صحبت بکنم تایپ بکنید داخل ویکیپیدیا و اطلاعات در رابطه با اینا رو بخونید اونایی که مهندسی نرم افزار یا نرم افزار میخوان میدونم از قبل اینا رو میدونن ولی خب بعدیشش که اونایی که نمیدونن دارن کار میکنن باز هم بدونن تی یعنی شما و میاید یه چارچوبی حالا به صورت حالا ما دی داریم و تی دی دی داریم و بی دی داریم خیلی از مهندسی های دیگه داریم ام فی سی داریم ما در رابطه با ام وی سی داشتیم صحبت میکردیم اما تی دی, دی موقعی هستش که شما اپلیکیشن درست میکنید قبل از اینکه کدای اپلیکیشنتون رو بنویسید میان تست مینویسید حالا شاید با خودتون بگید مگه میشه من اصلا کد ندارم که بخوام تست بنویسم چطوری بیام تست بنویسم ولی وقتی اول تست بنویسید بر اساس اون تست میاید اپلیکیشن مینویسید تا موقعی که اپلیکیشنتون تست رو رد نکرده دست بر نمیداری از کد نوشتن و خب اون بهش میگن TDD یا BDD که مخفف Test Driven Development هست یعنی توسعه دادن از طریق تست کردن اول تست کردن یا BDD که مخفف Behavior Driven Development هست اگر زبان تو نگرفتین اسپل کنید و اینا مپس های هزاری بازم میگم اگر خواستید مقالاش هستش توی ویکیپیدا بزنید یه نگاه بندازید یه درده خوندن در رابطه با اینا زیاد آسمون به زمین نمیاره و اینا رو بتونید بخونید خیلی خوبه در آخر همین که اگه خواستید باز در مورد تستینگ بدونید اینه که این URL میتونه به شما خیلی کمک بکنه که guides.rubyonrails.org testing.html که میتونه به شما نقطه شروعتون رو برای نوشتن تستتون آغاز بکنه